خبر پایانی امشب برنامه جهانی غذا بار دیگر از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که به دلیل کاهش بودجه از میان دوازده میلیون نفر در افغانستان تنها میتواند به یک میلیون نفر رسیدگی کند این نهاد سازمان ملل متحد روز سه شنبه 17 مهر با انتشار گزارشی گفته که در حال حاضر یک میلیون و چهارصد هزار مادر و کودک از بیماری سوء تغذیه رنج برده و به کمک مداوم به ویژه دریافت غذای ویژه مغذی نیاز دارد. سازمان ملل متحد برای رسیدگی به نیازمندان در سراسر افغانستان 617 میلیون دلار تقاضا کرده و از کشورهای کمک کننده خواسته است که تا پیش از فصل زمستان این مبلغ را در اختیار آنان قرار دهند. برنامه جهانی غذا خاطر نشان کرده است که تغییرات اقلیمی و بحران آب و هوایی در بسیاری از مناطق افغانستان معیشت برخی از آسیب پذیرترین مردم را از بین برده است. این سازمان میگوید که بارانهای شدید و سیلابهای پس از آن در برخی از روستاهای افغانستان به وضعیت معیشتی مردم آسیب جدی رسانده است طبق گزارش این سازمان در حال حاضر چهار میلیون کودک شیرخوار و مادران باردار در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند